نرخ بیکاری بر اساس آخرین آمار اداره به 8.4% کاهش یافت، در حالی که بر اساس آمار جدید وزارت کار ماه گذشته اقتصاد آمریکا نزدیک 1.4 میلیون شغل جدید اضافه کرد، حدود 300,000 کمتر از ماه پیش از آن، که نشان می‌دهد احیای اقتصادی آمریکا در پی ضربه ناشی از شیوع ویروس کرونا کندتر پیش می‌رود و بیشتر طول خواهد کشید. علی‌رغم تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری، با ادامه فروش سهام توسط سرمایه‌گذاران، شاخص‌های بورس نیویورک به سیر نزولی ادامه دادند. پیشتر شاخص S&P 500 و نزدک با فروغلطیدن ارزش سهام شرکت‌های فناوری بین 4-5% پایین رفته بودند که در 3 ماهه اخیر بی‌سابقه است. 5 شرکت اپل، مایکروسافت، آمازون، گوگل و فیسبوک در مجموع 23% از کل ارزش شاخص S&P 500 را تشکیل می‌دهند و نوسان آنها شاخص را بالا و پایین می‌برد. شرکت اپل در یک روز بیش از 8% یا در حدود 180 میلیارد دلار از ارزش خود را از دست داد. ویکتوریا فرناندز، استراتژیست بازار سهام در شرکت سرمایه‌گذاری جهانی کراسمارک، چند درصد سقوط شاخص‌ها را ناچیز می‌داند و می‌گوید این بازار بعد از سقوط شدید ماه فروردین تا کنون حدود 70% بالا آمده. بنابراین اندکی مکس برای سهام شرکت‌های عظیم تکنولوژی اشکالی ندارد. او سقوط اخیر را زودگذر توصیف می‌کند و می‌گوید الان وقت خرید سهام است و به عقیده او بانک مرکزی تا 3-5 سال دیگر به حمایت مالی خود از اقتصاد ادامه خواهد داد. از دید مارک همریک، اقتصاددان ارشد سایت بانکریت، داده‌ها همچنان اقتصادی در حال شفا را منعکس می‌کنند، ولی این شفا یک روند دراز مدت است. او شرکت‌های تکنولوژی را که در فضای اقتصادی کنونی برنده بودند، سازنده پلی می‌داند میان اکنون و دوران بعد از کرونا.